یونانی ها اصطلاح مفهومی دقیق که با آن ساختار و کنش هنری رو نشون بدن به هیچ وجه نداشتن و از قضا همین نداشتن نشانه قوت تفکر زیبای شناختی یونانی هست. ریشه این فقدان به درک یونانی از هستی برمیگرده که تمام پدیده ها، موجودات و اشیا رو به نوعی قدیم میدونه دوستان، نه حادث. این خیلی نکته بسیار مهمیه. یعنی اینکه شما اساسا در یونان به این معتقدید که اشیا آفریده نمیشند، شما نیستید که اشیا رو میسازید، نه، اشیا قدیمند و همواره اشیا یک فرایند، یک سیر یا یک سفر از پوشیدگی به ظهور، از ناآشکارگی به آشکارگی رو طی می‌کنند. اشیا حادث نیستند، قدیمند. به همین دلیل که هایدگر می‌نویسه یونانی ها هرگز یک واژه مشخص مطابق با اون چه که ما بهش هنر اطلاق بکنیم یا هنرهای زیبا نداشتند، به خاطر اینکه اساساً چنین روی کردی در یونان غائب بود که هنر رو به مثابه خلق از عدم بدونه. اجازه بدید این بحث رو جلوتر ببریم. برای یونانی ها اصطلاح پوئسیس که شما همین کلمه بوتیقا، پوئتیک، پوئسیس رو امروز هم دارید دیگه و توی مسیر خاص و عام این اصطلاح به شکل خاص تبدیل شده به شعر یا در حقیقت سخن شاعرانه، اما در یونان اینطور نبود. پوئسیس در یونان به معنای پدید آوردن بود، به معنای ظاهر کردن بود، یک مفهوم عام بود، هیچ ربطی به شعر نداشت. پوئسیس یک دلالت خیلی عامی بود که به هر نوع پدید آوردنی، هر شکلی از ساختن دلالت میکرد، هر شکلی از ظهور. اما مسئله این بود که شما باید این پدید آوردن یا این ساختن رو به طریقه خاص و درست و مشخصی میفهمیدید. یونانی ها به این قائل نیستند که شما جهان رو به شکل یک حدوث یا به شکل یک اتفاق درک بکنید، نه، شما فقط جهان رو به شکل ظهور یا به نوعی آشکار شدن عناصر یا چیزهایی میبینید که پیش از آن که در نظر من و شما ظاهر بشن وجود داشتند، اما این ماییم که لحظه ظهور یا آشکار شدن اونها رو به غلط، از نظر یونانیان به غلط به معنای لحظه ساخته شدن و لحظه خلق اونها گرفتیم، نه، اونها از پیش خلق شده بودند اما در این لحظه اکنون بر ما آشکار شده. کل این فرایند نامش پوئسیس هست، یعنی فراوردن، یعنی ظاهر کردن، یعنی به منصه آشکارگی و ظهور رساندن. پوئسیس رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. اینجا دقیقا جایی هست که راه علم از هنر جدا میشه، راه شعر از علوم دقیقه به نوعی جدا میشه. دسته اول ذهنیت آدمی و دست انسان و دخالت فیزیکی و ذهنی او وجود نداره، پوئسیس هست، همون طبیعت هست، چیزی که تغییرات طبیعی درش به وجود میاد بدون اینکه من و شما بهار رو تبدیل به پاییز بکنیم یا باران رو تبدیل به سیل بکنیم یا برف رو آب بکنیم، نه، تمام این تغییرات در دل همون عنصر اولیه وجود داره، من و شما هم دخالتی نداریم، من و شما فقط ناظر تغییراتش هستیم. این نوع از پوئسیس رو یونانی ها فایسیس می نامید یا فیزیک امروز می نامید. اتفاق یا رویدادی که همان ظهور هست، همان سیر به آشکارگی است، اما بدون دخالت من و شما. نوع دومش تخنه هست که همون هنر و صناعت هست، برخلاف فایسیس که ما دستی در ایجادش نداریم، کارش اینه که دست، اراده و ذهنیت آدمی رو در روند حضور اثر هنری از پوشیدگی و مخفیگاه به ظهور و آشکارگی تسریع میکنه یا به نوعی این مسیر رو تسهیل میکنه. مثال خیلی خوبی که میشه زد، مثال مجسمه داوود میکلانج هست. کار میکلانج به یک معنا همینه، زدن حواشی اون سنگ تا داوودی که از قبل توی تخت سنگ موجوده خودش رو نشان بده.